ناموسن میبینید انگار اینجای نقاشی خراب شده، انگار اصلا چاپگره نتونسته چاپ بگیره از اینجاش. واقعا از اینکه این نقاشی مزخرف رو بیارم خونم اصلا حس خوبی ندارم. نور قرمز، آیا تغییر حس میکنید یا نه؟ ناموسن میبینید چجوری به روحتون خیره شده؟ How do you feel? Do not. سلام برو بچ، چه خبر؟ اول از همه خیلی خوش اومدید به این ویدیو. دوم، مطمئنم چیزی که خیلیاتون تو کامنت ها میخوام بهم بگین و من نمیدونم با چه زبونی ازتون تشکر کنم و هر چقدر تشکر کنم کمه، اینه که 100,000 تایی شدنمون توی یوتیوب مبارک. اوه، زاویه هم اینجا داریم و خیلی دیگه تفاوت ایجاد کردیم توی این مدت. و اینکه واقعا نمیدونم با چه زبونی ازتون تشکر کنم که چنل یوتیوبم به 100,000 تایی رسوندین و واقعا کی فکرشو میکنه زمانی که واقعا زمانی که شروع میکردم حتی فکرش هم نمیکردم 10,000 تا ساب بشه باشم. 1,000 تا ساب دیگه رفت، 10,000 تا، 20,000 تا، 30,000 تا، من تا 100,000 تا. و واقعا 100,000 نفر توی یه موضوع اونم ترسناک خیلی زیاده و واقعا یه چیز رویاییه و واقعا دیگه زور نمیزنم هر چقدر تشکر کنم کم ازتون. و خلاصه امشب برای بچه اومدیم با یه ویدئوی فوق العاده عجیب و خفن و یه سری کارا قراره تو این ویدیو انجام بدیم، یا بهتر بگم یه چالشی قراره انجام بدیم که خدا میدونه آیا زنده برمیگردیم از این چالش بیرون یا نه. من اولوش 5 تا 6 ماه پیش هرسی اینم بهتون گفتم بچه‌ها، من اگه یادتون بیاد چند وقته الان تاخیر داشتم، یعنی چند روز دیرتر ویدیو گذاشتم و علتش هم اینه که منو یه سرماخوردگی و یه مریضی منو گرفته بود و الان صدام هم می‌بینین گرفته و اصلا یه جوری هم یکم گیج می‌زنم و اینا. اگه یکم غیر نرمال ترم نسبت به فیلم‌های قبلا واقعا ازتون عذر می‌خوام. من هلوش 5 تا 6 ماه پیش برای بچه یه فیلمی گذاشتم تو چنلم به اسم مادری که 21 سال بچه شد توی یه زیرزمین حبس کرده بود، که اون فیلمه به 4 قسمت تقسیم میشد. یه قسمت راجع به یه موضوع بود، یه قسمت راجع به یه موضوع بود، یکی راجع به یه چیز دیگه بود، اما یه قسمتش راجع به یه نقاشی بود، یه نقاشی نفرین شده ای که یه ماجرای خیلی عجیبی داشت که فکر کنم بیشترتون یادتون نمیاد قضیهش چیه، خیلی شاید یادشون بیاد، خیلی شاید اصلا نیده باشن اون فیلم رو. و توی این ویدیو من تصمیم گرفتم علاوه بر اینکه بهتون راجع به اون نقاشی توضیحات کاملو بدم تا بفهمین این نقاشی نفرین شده ماجرای وحشتناکش چیه، یه جا سفارش دادم تا این نقاشی رو واسم بزنن، تا نقاشی بزنم به دیوار خونم و یه سری کارا باش انجام بدم تا ببینم آیا واقعا نقاشی نفرین شده است، آیا بلای سرم میاره یا نه. دیگه یه چالشی داریم توی این ویدیو که خدایا خودت کمکم کن. خیلی خوب، ماجرای کلی و دقیق این نقاشی مربوط میشه به سال 1972. یه هنرمند، یا بهتر بگم یه نقاش، توی یه گالری استخدام شده بود و باید هر دو ماه یه بار یه نقاشی و یه طراحی انجام میداد و توی این گالری میذاشت و این گالری به حساب اون نقاشی ها رو به فروش برسونه. این هنرمند یعنی بیل زمانی که بچه بود به فرزندخوندگی پذیرفته شده بود و هنوز که هنوزه این هنرمند خانواده واقعیشو ندیده تا حالا. بعدش این هنرمند توی همون سال یه نقاشی طراحی میکنه به اسم دست‌ها در برابر او مقاومت میکنه، که این نقاشی یه نقاشی ساده بود و بر اساس کودکی و بچگی این نقاش طراحی شده بود و اصلا نیت و کلک یا جادوگری خاصی نداشته این هنرمند واسه طراحی این نقاشی، و این نقاشی ساده بود مثل خیلی از نقاشی دیگه توی اون گالری. اما حالا هر چقدر به این نقاشی بیشتر خیره بشید، این نقاشی ترسناک‌تر میشه. داخل این نقاشی شما یه پسر بچه‌ای رو می‌بینید که به صورت خیلی ترسیده و مضطرب داره به شما خیره میشه و نگاه کردنش هم یه جوریه که واقعا آدم حس می‌کنه این پسر روح داره، یعنی با روح بهتون خیره شده. و کنار این پسره یه عروسک دختر مجسمه‌ای می‌بینید که یه اسپری رنگ دستشه و خب چیز زیاد خاصی نیست این قضیه. و پشت سر این پسره و مجسمه یه ویترینی قرار گرفته که داخل این ویترین چند تا دست متحرک می‌بینید که توی هوا دارن میچرخن و واقعا معلوم نیست که این دستا چه پیامی میتونه بهمون برسونه، یعنی واقعا یه چیزی میخواد بهمون بگه که ما متوجه نمیشیم. و خلاصه یه نقاشی سبک دارکه که واقعا یه خوشگلی خیلی قشنگی داره این نقاشی اگه بهش دقت کنیم. اما این نقاشی زمانی خوشگلیش از بین میره که قضیه واقعیشو بدونید. همونطور که بهتون گفتم این نقاشی بعد از اینکه توسط اون هنرمند طراحی میشه توی همون گالری به فروش گذاشته میشه تا اگه میخواد یکی این نقاشی رو بخره سریع بیاد خریداری کنه، و کنار هزاران هزار نقاشی دیگه این نقاشی به فروش گذاشته شده بود. بعد چندین وقت که این نقاشی توی گالری میمونه، برای اولین بار این نقاشی توسط یه بازیگر به اسم جان مارلی خریداری میشه.
بعد چند هفته بعدم دو نفر میانی نقاشی و خریداری میکنن، یعنی کلن سه نفری نقاشی و میخرن. اما ماجرای عجیبش میدونید کجاست؟ دقیقا بعد از یک سال که این سه نفری نقاشی و خریداری کردن، هر سه نفرشون کشته میشن. و اینکه واقعا مشخص نیست آیا این سه نفر یه مرگ طبیعی داشتن یا اینکه این نقاشی باعث مرگشون شده. خلاصه این نقاشی بعد از مرگ این سه نفر به مرور زمان شروع به کمرنگ تر شد و کمرنگ و کمرنگ و کمرنگ تر شد تا اینکه کلن از یادها رفت. و دیگه هیچ توجهی به این نقاشی نشد. اما توی سال 2000، یعنی تقریبا 20 سال بعد، یه زوج کالیفرنیایی این نقاشی رو پشت یه شرابسازی که اون شرابسازی تبدیل به یه مکان هنری شده بود پیدا کردن، که ظاهراً انگار یکی این نقاشی رو انداخته بوده بیرون و این نقاشی پر از گرد و خاک و گرد و غبار و اینجور چیزا شده بود و این زوج کالیفرنیایی این نقاشی رو برداشتن و بردن خونه خودشون تا ازش استفاده کنن. اما دقیقاً یه هفته بعد این زوج کالیفرنیایی توی ایبی، اگه درست گفته باشم، یه متنی رو منتشر میکنن و به دست مردم میرسونن که میگن ما یه نقاشی پیدا کردیم که توی این نقاشی وقتی شوهرم تصمیم داشت بره توی آشپزخونه تا آب بخوره، وقتی به این نقاشی نگاه کردید پسر بچه داخل این نقاشی نیستش و داره هی تکون میخوره و یه جورایی میخواد از این نقاشی خارج بشه. و اون عروسک کنار پسره وقتی توی یه محیط تاریک بهش نگاه کردیم و یکم بهش دقت کردیم، متوجه شدیم اسپری رنگ دست اون عروسکه تبدیل به یه اسلحه شده و داره اون پسره رو تهدید میکنه تا یه جوری اون نقاشی رو ترک کنه. یعنی این نقاشی به مرور زمان وش تاریک خودش رو داشت بهشون نشون میده. و همچنین وقتی اون دستای متحرک پشت سر اون عروسک و پسره رو توی نور کم بهش دقت کردیم و یکم نورا رو کم و زیاد کردیم، متوجه شدیم هر کدوم از این دستا دارن حرکت میکنن و هر کدومشون یه جهت و یه مسیر خاصی رو بهمون نشون میدن. یعنی گاهی وقتا این دسته که مثلا اینجوریه اینجوری میشه، گاهی وقتا اینجوری میشه. و خلاصه وقتی این نقاشی توی نور کم قرار بگیره یه سری اتفاقا واسش میفته. و این زوج کالیفرنیایی بعد از این ادعاها و حرفایی که میزنن تصمیم میگیرن این نقاشی رو به فروش برسونن. اما اونا تصمیم میگیرن این نقاشی رو فقط به افرادی بفروشن که یه تخصص و مهارت و یه علاقه خاصی به چیزای ماورایی دارن و خلاصه تصمیم میگیرن به افرادی بفروشن که علاقه دارن به چیزای ماورایی. و وقتی این نقاشی رو به کسی فروختن هیچ گونه مسئولیتی بابت اتفاقایی که واسهشون میفته نداشتن، یا بهتر بگم ندارن. و خلاصه این نقاشی و این زوج کالیفرنیایی میفروشن بعد از یه مدت و وقتی داستان این نقاشی شنیده میشه و پخش میشه خیلی معروف میشه و یه سری داستان ها و یه سری ادعا و یه سری حرفای خیلی عجیبتری پشت این نقاشی در میاد. اولین ادعایی که مردم راجع به این نقاشی کردن اینه که وقتی تصمیم داشتن این نقاشی رو برن چاپ کنن و چند نمونه ازش رو درست کنن، وقتی این نقاشی رو داخل چاپگر میذاشتن تا ازش کپی بگیرن، حالا یا میخواستن اون رو پرینت بگیرن، بنر بگیرن، هر کاری میخواستن بکنن، این نقاشی اصلا درست چاپ نمیشد و مشکل دار چاپ میشد. یعنی یا یه جا مثلا، حالا یه جای یه قسمت عجیبش هست که واسه خودم اتفاق افتاده بتون از من میگم، یا مثلا رنگش به هم میخورد، یا اون بچه مثلا صورتش عوض میشد، یا اون دختر عروسکه یه اتفاقی واسش میفتاد و خلاصه درست نمیتونستن از این نقاشی عکس بگیرن و چاپش کنن. و این اولین ادعا و عجیبترین ادعایی بود که راجع به این نقاشی شنیده شد. ادعای دوم افراد این بود که وقتی افراد اومدن این نقاشی رو چاپ کردن و زدن به دیوارهای خونشون، علاوه بر اون سر و صداهای عجیب و چیزهای عجیبی که از این نقاشی میومد بیرون و از دوربر این نقاشی شنیده میشد، کلن خونه، یعنی همون خونه که این نقاشی توی دیوارش نصب میشه، یه جو و یه فضای سنگین و وحشتناکی به خودش میگیره و همش شما حس میکنین که سردردین یا یه حس مریض مانندی دارین و کلن اصلا حالتون خوب نمیشه بعد از نصب این نقاشی. و اگه این نقاشی رو توی نورای مختلف امتحان کنین، یعنی مثلا یه بار نور قرمز، نور بنفش، نور سبز، نور آبی، هر نوری شد امتحان کنین، این نقاشی با هر نوری استایل جدیدی به خودش میگیره. حالا اونطور که اونا میگن شاید هم نباشه اینجوری. و اصلا این نقاشی توی نور کم و نورای مختلف استایل خوبی به خودش نمیگیره و حس خوبی بهتون منتقل نمیکنه.
و حالا آخرین نصیحت، اونایی که میخوان نقاشی رو چاپ کنن و یکم کرم درونشون به حساب خیلی فعاله، اونایی که میخوان نقاشی رو چاپ کنن، این دو کارو به هیچ وجه با این نقاشی انجام ندن. اولین کار اینه که به هیچ وجه جلوی این نقاشی آینه قرار ندین. نمیدونم این چه حکمتی داره که خب میگن هیچ وقت این کارو انجام ندین. کار دوم میگن به هیچ وجه با وبکم کامپیوتر یا لپتاپ جلوی این نقاشی نشینید. یعنی وقتی وبکم لپتاپتون رو باز میکنین، این نقاشی پشت سرتون نباشه، چون یه چیز عجیب توی اون وبکم میبینین و یه اتفاق عجیب واسهتون میفته. یه اتفاق عجیب واسهتون میفته وقتی توی وبکم نقاشی رو ببینید که خب یه لحظه خودتون میدونین بچه من خیلی میترسم و این کارو اصلا انجام نمیدم. خیلی خوب، فرمت سلام، چطورین؟ چه خبر؟ و اینکه الان من هیچ ایده‌ای ندارم که باید چیکار کنم با این نقاشی. فقط بهتون گفتم الان چند تا شمع اونجا روشن کردم و به حساب چند تا لامپه که باید کم و زیاد بشه که همین کارا رو با من انجام میدیم. فقط یه نکته هست که میخواستم بهتون واسه به اون دوربین نشون بدم. یه نکته خیلی عجیب هست و چربین بکنیم. این همون نقاشی هست کامل، اوکی. اما اینجاشو بکنیم، اینجاشون باید نتونسته اون چاپگره چاپ کنه، این سلایه هست قشنگ منو به خراب شده. بعد اینجا چند تا رنگ پردیدگی به چیه رنگش رفته و اینجور چیزا که خب اینو میشه گفت چون مثلا رنگش رفته اینا اوکی، ولی خب اون بالاش خیلی عجیبه، ابعاد دقیقش رو نتونسته بگیره این چاپگره. Oh my god. چون من دیده نمیشم باشی؟ من دیده نمیشم، البته خوبه یکم دیده میشم. بچه ببینید یه چیزی هست، خب این نقاشی پسره، عکس این پسره یه جوری به روحم خیره شده، همینش فقط خیلی عجیب. واسه نارا لامپ روشن کنم. خب ابتدا برای اینکه چیز بشه باید شما یه لامپ زرد به این چیز وصل کنم. این از رنگ زردش. خب خیلی خوب، بچه سلام، الان من لامپ زرد رو روشن کردم، خب و الان هیچ تغییر خاصی من نست کردم. راستی وای چرا اینو من یادم رفت؟ نرم افزار همیشه من با این نرم افزار بچه رو ازدواج کردم. واسه این گوستوب اینو نزدیک بود یادم بره، مگه میشه؟ واسه اینو طرف نقاشی بگیرم. خیلی خوب، هیچی پیدا نمی کنم. اوکی هیچی پیدا نمی کنم. خداحافظ. نکنه این گودبایش مربوط به یکی از پوزیشن‌های این دست باشه. خب این فعلا فقط یه بار گفت گودبای، چیز دیگه ای نگفت. این نرم افزارم باید حتما باشه بچه. خب این پسره خیلی بد به روحم خیره شده و این واقعا حس وحشتناکی بهم میده. نام چطور شد؟ یو الان خیلی مسخره شده همه چی، واقعا خیلی وحشتناکه. نرس مرگ پرست، یه چه ربطی داشت؟
ببین من خوب حالا شاید نمیدونم اونایی که میتونن برای اینو چاپ کنن یعنی کاری که من میکنم و انجام بدن، ولی این پسره پسر که وایساده واقعا اگه بهش خیره بشین حس میکنین یه تحرکی داره به قرآن. جو نمیدم باور کنین بچه، باور کنین داره. یو بچه ببینید این پسره چرا هر بار میرم من نگاه میکنه؟ این هم از دوتا فعلا هم اینو از درد جون مادرت گفت این کار رو نکن. کدوم کار منظورته؟ Are you a friend? Yes. Camera. What? بچه فهم موضوع داره خیت میشه. داره خطر میده. شاید گرم و دعی شماست. هر چقدر میخوام مثبت فکر کنم و بین حرفای این و اون ارتباط نگیرم اما نمیشه. چون قبل من از این پدر سگ میترسم اینم بدون هیچ دلیلی. ببینی چجوری به روحتون خیره شده. How do you feel? چی میگی پدر سگ؟ بابا این یه بار هم اینقدر این سوال های آدمی زاده. من هم 4 بار از این حرفا استفاده میکنم یه بار یه همچین سوال طولانی از من نپرسیده بود. Where are you? Hey. اگه میخوای بکشی شمیه Where am I? درد سگ پدر. من کجا؟